سلام، خوبی؟ ما یه چالشی خوردیم. من قرار شیر برنج درست بکنم، اینو بگم. و چیزی که من حالا از بچگی مامانم درست میکرد و میخوردیم، آقا شیر برنج چیز شیرین بود، یعنی مامان دسر ما استفاده میکردیم میخوردیم. الان راشین و رومینا دارن میگن که نه آقا، ما اینو با نمک میخوردیم. من میخوام که شما همین الان تکلیف ما رو زیر این پست روشن بکنید که بگید آقا شیر برنج دسره یا نه یه چیزی مثلا اسرونه است، ما نمک میزنیم و خیلی راحت میخوریم. اما برای اینکه حالا هیچ اتفاقی نیفته و همه چی برقرار باشه، من میخوام شیر برنج رو تو هر دو تا حالت با شکر و بدون شکر درست بکنم. این برنجه دارید میبینید، یه برنج ایرانی هم هست که میخوام با برنج ایرانی درست بکنم. اول خوب تمیزش میکنم، بعد خوب با آب سرد اون رو میشورم چند بار، بعد از اینکه شستم آب میریزم روش و میذارم که 1 ساعت خیس بخوره. برنج رو آب کشش کردم، یعنی آبش رو سرریز کردم. حالا فارق از اینکه ما چه با شکر بخوایم درست بکنیم یا چه با نمک، اول باید بذاریم برنجمون خوب بپزه با آب. و اینکه خب شیر برنج برنجی نیست که دون باشه، پس بنابراین من میخوام بذارم که زیاد بپزد تا یکم بشکفه این برنج. این میره برای خودش تا بهتون میگم. وای چه بوی! این الان دقت کنید که حرارتش کمه ها، کته داریم بار نمیذاریم که حرارتش زیاد باشه که سریع آبش بره. بوی عالی داره. میخوام یه برنج نرمی رو برسیم. مراحل عین مراحل درست کردن شله زرد. به به چه بوی! نگاه کنید اینجا رو، یه تستی بگیرید، باید نرم باشه که هست. خب من الان یه قابلمه بر میدارم، نصفش رو میریزم تو اونه که قابلمه، نصفش هم بمونه همینجا. تا اینجا شبیه هم دیگه. بذار ببینم از نظر مقداری هم این یکم بیشتر. اینو از این. الان ما دو تا ظرف برنج داریم که پختشون یکسانه، مزهاشون هم یکسانه. میریم برای اضافه کردن شیر به هر دو. این از این. اینم از این. عالیه. حالا میذاریم روند پخت همینطوری بره جلو. یکم دیگه بازم اگر نیاز شده تر به شیر اضافه میکنیم. و یه چند دقیقه دیگه تکلیف مزه رو آقا من میخوام روشن کنم. تو این عقبیه شکر میریزم، تو اینم نمک، نمک یکم بیشتر، ولی اون یک مقدار کوچیک نمک رو به اونی که شکرم میزنیم خواهیم زد. چه بویی داره! نکنید از لحاظ پخت اوکیه، تهش یک مقداری داره خشک میشه. هر وقت این اتفاق افتاد یکم شیر بزنید، نترسید. این از این. این همین قابلمه ای که الان دارید میبینید، قابلمه ای که قراره شکر بریزم توش و همین الان میریزم که یکم هم با شکر بجوشه. یک، این هم دو، یه پینچ نمک برای اینکه مزهش رو در بیاریم. اول بذارید تست بکنم ببینم مقدار شکرش زیاد نشه. فکر نمی کنم. فکر می کنم که کافی باشه، یعنی بسش باشه. تست بگیرم. شیرینی دقیقا همون شیرینی بچگی است. این از شماره 1. و اما قابلمه شماره 2، یه کوچولو دیگه دوباره شیر میریزم توش به همراه این بار فقط نمک. قرار نیست شورش کنیم. اینم از این. حواستون باشه فقط قاشوها رو باید عوض بکنید که اونی که شکریه تو این نیاد. اینم تست بگیرم. کمه کم دیگه. به به، عالیه. الان دیگه جفتشون آماده است، میتونیم بکشیم. خب خانم ها آقایون، میبینید این غلظتیه که دوست دارم من، با توجه به اینکه ما باید بذاریم چون دسره به حالت سرد
سروش بکنیم، پس یکم سفتر هم میشه. این از این تست شکر هم گرفتم، انقدر باید شیر بزنید تا به این لذت و به این مقدار پخته برنج برسه. و همچنین این یکی دوستمون که بافتا شبیه همن اما مزه ها متفاوتن. این هم تست نمکش رو گرفتم هم مقدار شیرش. مقدار شیرش رو دوست داری تو؟ اوکیه؟ خیلی. یعنی همینه دیگه چیزی که بچه گرم خوردی. خب الان دیگه میتونیم بریم بکشیم. خاموش. خیلی خوشمزه شد. اینم که نمک داره اصلا، چون من برای خودم یکم مرغ گذاشتم واسه نهار بخورم و احساس میکنم که میتونم اینو کنار مرغم داشته باشم به عنوان کربوهیدراتش. خب قاطی رو نه درسته، این شکری است، بکشیم اول شکری رو. آها یه چیز دیگه، اگر دوست داشتید یه کوچولو کره خیلی خوش عطر ترش میکنه. نگاه کنید بافتشو، این شیرینه است. اصلا شیرینه بافتش هم یکم مارمالادی تر شده، یکم سفتر با اینکه رسپی ها یکسانه. و به به چه بویی، یاد بچگی ها بخیر. اینم اون یکیش که میبینید یکم شل تره. من چی احساس میکنم؟ خب من شیر برنج شکری رو من که خیلی کم درست میکنم، یعنی چیزی نیست که خیلی زیاد درست میکنم، دوستش دارم، ولی حالا به خاطر اینکه شیرین و کربوهیدرات زیاد داره خیلی تو رژیم غذایی نیست. اما این نمکیه احساس میکنم میشه یکم ادویه بازی باش کرد، شاید یه سری از شما هم میکنید. مثلا الان داشتم تو ذهنم میکشیدمش، گفتم که شاید یه، نمیگم خیلی ها، یه تا چه زیر سیاه یا بادیان ستاره‌ای خیلی جذابش بکنه. اما خب ما از بچگی روی این دارچین میریختیم، روی اینکه شکر داره. چیزی نمیریختید شما؟ نه. خالی؟ خب پس من یکم دارچین روی این بریزم. آها اگر شما میریختید مثلا آقا زیره ما روی این میریزیم، یا نه بادیان میریختیم، هل میریختیم، دارچین میریختیم، اینم بگید که سواد ما یکم بیشتر شه. دارچین بریزم یکم. خیلی کم. وای بوش زد بالا. این حتی تا چند روز میتونه توی یخچالتونم به عنوان دسر بمونه. این یه دونه از این قنچه های گل سرخ هم میذارم اینجا. به قول اون یارو شاید یه شاخه و قنچه گلم اینجا داره زندگی میکنه. اینم صرفا به خاطر تضادیه که ایجاد میکنه رنگی. میتونستیم پودر گل برگاشو بریزیم روش که عطر باحالی هم بگیره. خب من تست بکنم، ولی باحال شد، دوستش دارم. اینو شیرین است. این واقعا خوشمزه است. نمکی هرم این تست بگیرم. ای بای اینو بیشتر هستم نمکی هرم. حتی کلن دوتا کلاس متفاوته ها، یعنی این برای دسره، برای یه کاریه، با چای حتی میتونید بخورید. اینو احساس میکنم که حالا به عنوان عصرونه، اما با سس های دیگه هم بتونید امتحان بکنید. در هر صورت چیز خیلی عزیزیه. پیشنهاد میکنم یک بار درست بکنید، چون اگه درست بکنید میاد توی سبد و سفره غذاییتون. خانم ها آقایون، باز هم نواب ابراهیمی هستم و خدا حافظ.